برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت کشور چاق هستند که ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر به خصوص دیابت و فشار خون بالا را به شدت افزایش می دهد. به افزود اکنون 12% جمعیت کشور به دیابت و 1/4 افراد جامعه نیز به فشار خون بالا مبتلا هستند که منشأ آن چاقی است. وقتی نمایه توده بدنی بالای 35 سال در افراد باشد، چاقی مفرط محسوب می شود و نیاز به جراحی متابولیک دارد. تعداد متقاضیان پناهندگی در اتحادیه اروپا بدون احتساب پناهندگی جنگ اوکراین افزایش چشمگیری پیدا کرده و به بالاترین سطح در 6 سال اخیر رسیده و این به چالش بزرگی برای برخی کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در ماه سپتامبر مقام‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا و کشورهای شنگن درباره حدود 56,300 متقاضی تصمیم اولیه را اتخاذ کرده و 1/3 آنها مستحق حمایت بین‌المللی تشخیص داده شدند. عدنان الکداری رئیس باشگاه هلال در کشور مراکش از تلاش کشورش برای حضور قدرتمند در بازار جهانی هلال خبر داد. به افزود با توجه به بازار گسترده محصولات هلال در جهان که بالغ بر 2000 میلیارد دلار است، مراکش تلاش می‌کند سهم بزرگتری از این بازار را نسبت به وضعیت فعلی‌اش به دست آورد. در حال حاضر مراکش در بازار هلال جایگاه 22 را در جهان داراست. هشتمین دوره از مسابقات حفظ و تلاوت قرآنی دانشگاه‌های عراق در مسجد کوفه پایان یافت. در این دوره از مسابقات که به مدت 2 روز برگزار شد، دانشجویانی از 45 دانشگاه از شهرها و استانهای مختلف عراقی حضور داشته و با یکدیگر رقابت کردند. صدها شهروند افغانستان مقابل ساختمان پارلمان آلمان تجمع کردند و خواستار توقف نسل‌کشی هزارها شدند. طالبان هفته گذشته با حمله به روستایی در دایکندی 9 غیرنظامی را کشتند. پیش از آن هم در حمله‌ای به مرکز آموزشی کاج در کابل شمار زیادی از دانش آموزان هزاره جان باختند.